شي كي وطن درگیر جنگ میون پالوی تو به حد در متنگ نمی ترسم دیگه ها تا که طالب بله ما کاش کنم ماشه توفنگ سلام سلام دوستای خوب و نازنین چینل طاهره و شریف، خوش آمدین در چینل از خودگون خو و یک ویدیوی جدید همراهی از ما و شریف جان. دوستای عزیز، بینندای محترم، عرض ادب دارم خدمت تک تک شما. امیدوارم که همتان در کنار خانواده خود جور سالم باشید. حال امشب تصادفاً ما جای آمدی میهمان بودیم که با یک از دوستای بسیار خوب و یوتیوبرای بسیار فعال که قبلا هم خبرنگار بوده اینا قدش سر خوردیم و بسیار ما و تایر جان خوشحال شدیم. آقای جان، خانم حسنی ها درست هم بارها تعریفشان زیاد شدیم، ویدیوهایشان رو دیدیم. مگه سفر موری دلم پرغم علی، خوشی دنیا در دلم کم علی. اگر موری فراموشیم نکو تو، از خاطر تو چی میم پرنم علی. ما میک سلام درون بخش تمام عزیزایی که موری از طریق چینل از شما بیننده و اتفاقا ما خیلی خوشحال شدیم که امشب برای شما معرفی شدیم دو دوست عزیز دیگه. بازم در جمع دوستایم، در جمع خانواده که به اجتماع بخشش تشکیل دادم اضافه شده و از این بابت خیلی خوشحالم دیگه. واقعا قد هر دوست عزیزی که آشنا بشون بخشم باعث افتخاره و خدا را شکر که فعلا در اون موقعیت رسیدیم که با هر عزیزی که آشنا بشیم دیگه ام یک ثبت خاطره میشه، ام قد عزیزا در اشتراک گذاشته میشه و یکی وقت آدم میاد یک شهر دیگه پناهنده میشه دیگه آدم دیقم نمیشه، چون یک اصطلاح هزارگی مدریم که آدم قد آدم خوبه در هر جایی که باشینه. یک جایی باشه که دوست و آشنایی نداشته باشه خیلی بخشیدم سخت تر میشه، تا یکی در یک جایی باشه که در هر کوچه و هر خانه تو یک دوست و یک آشنا و یک عزیز داشته باشه. دقیقا خیلی نقطه خوب را شما مطرح کردیم. دقیقا یه مدیون زحمات و تلاش شبانه روزی شما بودن که همیشه زحمت کشیدین برای دوستا و بینندگانتان ویدیوهای خوب تهیه کردین. زمانی که به عنوان خبرنگار کار میکردیم، گزارش اینا تهیه میکردیم، خبرهای مختلف اینها، که هر کدام ما از اینا مخاطبای بسیار خوبی داریم که این واقعا باعث از این میشه که شما محبوب و محبوبتر شوید. و تشکری ویژه داریم طاهره جان از شعری که خواندن، اینا خیلی شعری جذاب و جالبی بود. ما خیلی امشب مثل یک رویا منوردیم که در کنار خانم حسنیار زانو به زانو شیشتیم و به قول امی یک جمله خیلی ترندی که در این روزا خیلی یعنی بلاگرای ایرانی استفاده مونه، مگر نمیدونم واقعیه یا کیک، دقیقا امشب مثل امزو جمله یه، یعنی انقدر ما دوست داشتیم که خانم حسنیا را از نزدیک ببینم که مگر در هر چیز که فکر کنی امو اتفاق مفته. بازم تشکری مونم از دکرم زیبایشون و از اینکه از ما وقت دیدن، در بیننده از ما وقت دیدن که همراه شما یک برنامه برای از ما داشته باشیم. لطف دارین دوستان، ماشاءالله دو زوجه که امشب ما رو شما در کنار شما گردن یک رقم قشنگ صحبت من هر دوش که ما رو اینجا به خیزر تاثیر قرار دادن نم فهم ما چیز بود. شما بزرگوار هستیم. راستی طاهره جان، ما شما یک تصمیم داشتیم که بریم قاچاق صندوق ترکیه، اینا وضعیت بسیار برای ما شما سخت اینا بودن. وقتی ویدیوی خانم اسمیار اینا رو دیدیم گفتیم واقعا سخت است، مهاجم است، بین قاچاق رفتن و مثلا خوابگاه هایی که
قاچاق برای اینا برای کسایی که میبره اینا در نظر گرفته اول برادم اینی باغ سرخ سبز رو نشان میده که اینی رقم است و هر چی ما رو میبریم بیرون وقتی که ویدیو رو ما و تایر جان دیدیم ما از این کاملا منصرف شدیم میخواستیم ببینیم از زبان خودش من بشنویم که مثلا چی گونه بودن چطور واقعا اینی چون این چیز را اصلا تصور ما نمیکرد درسته؟ درسته خانم مثلا یعنی این واقعا سخت بودن من تخلص شریف شون فراموش میشون پویا از ایران شد به نظر نام شریف خب بعضی دوستایی که در ایران اینام بودیم من هم نگفت اگه ببخش اسم شریف شما چیه من نام از شریف آقای پویا ما وقتی ویدیوی ترکیه رو نشر کردم هیچ وقت هدف از ما از نشر از اون ویدیو درآمدشی نبود هیچ وقت هیچ هدف پشت اورمزو ویدیو ما نداشتم ممکنه پشت ویدیوهای دیگه ما هدف هم دیده شدن بود هم درآمدشی بود ولی پشت اورمزو ویدیویی که ما از مرد ترکیه نشر کردم خدایش هیچ هدف ما نه هدف مالی داشتم از اون که ما از یک درآمد داشته باشم و نه هدف مشهور شده و دیده شده نداشتم یکبانه هدفی از ما اینمی بود که ما خواستم توسط نمزو ویدیو اما وظیفه انسانی و وجدانی خواهد تقیبال تمام عزیزایی که در این مدت ما را فالو کده بود بینندیم بود که ما میتونم بگم که ما را ما بخش از خانواده خود کردیم تمام آدمایی که در سوشال میدیا ما را حمایت کده دنبال نه اونا بخش از خانواده ما بنده از من تک تک از اونا خیلی ارزش دارم و خیلی ارزشمند بودن شی فضای مجازی که امروز از ما هستم و ما اون ویدیو رو زمانی که نشر کدوم هدف نمی بود که ما بتانم توسط نمزی ویدیو مسیر واقعی را دیگره مسیر واقعی را برای کسایی تصمیم میگن شما دقیقا باز وقتی اون ویدیو نشر شد ما در اول ویدیو مرد ترکیه هم گفتادم این ویدیو برای نشر بشه که ما بتانم از این مسیر رد شدم در کشور دلخواه رو برزاشم ولی ما نتانستم بعد از یک ماهی که ما در سر مرز بودیم دوباره پس آمدیم نتانستیم را چینیم ولی بازم ما فکر کردیم که این ویدیو باید نشرشونه تا امو چهره واقعی قچاق برای انسان و وضعیت که در خوابگاه ها هستن و تمام سختی ها و دشواری هایی که در اون را برای خانواده ها برای مجرد ها برای دختر خانه ما وجود داره به قسم مستند به قسم ثبوت برای از ما نشان بدم خب ما در یک کشوری به دنیا میده که تقریبا 95% مردمی کشور از ما 100% مهاجرت را تجربه کرده و مجبور هم هستیم هر کس که رای قاچاق را میگیره ما در تمام ویدیوهای خودم در این ویدیو میگم که از روی مجبوریت او را میگیره هیچ کس از شوق آوارگی را تصمیم نمیگیره باز خیلی از دوستا زیر ویدیو هم نشته داد که والا ناز حسنیان را براخره قد چهره واقعیش دیدیم آرایش نداشت فهمیده باز خیلی ها کامنت داد که مثلا تو یک دختر خانم رفتی در سر مرز مخشون که چه رقم اتفاقهای بد بخشت افتاده باشه که یا مثلا تو آدمی صحیح نیستی که به تنهایی رفتی سر مرز اولا ما میخواییم جا به زو ازار بخواییم تو از کجا خبری که ما تنها رفتم در سر مرز خب خیلی ها دوست داره فامیل چی بیایه روی تصویر ما تا امروز نرود را حتی یک ویدیو از خانواده خود در سوشال میدیا ننداختم چون دوست ندارم امو یک مثال هستم که از هر خانه یک دیوانه کافیه نه یک در خانواده از ما همیشه تنها خودم روی تصویر بودم و دوست دارم که زندگی کاریم قمزوق زندگی شخصیم قضاوت نشد بله زندگی شخصیم جدا از زندگی کاریم باشم نه که ما وقتی کار مونم خود من در تصویر باشم باز بیارم کل خانواده خواه و حریم خصوصی خرم بیارم به انترنت اول ما میخوایم در جا بازنام تو از کجا خبر بودیم من تنها بودم و دومشه هر کسی که نمی گبرم گه حتما خودش رفته تجربه ده ولی خودش اتفاق افتاده که میایه خیلی غیر منطقی میایه نفر قضاوت بد مونه خب مو در شرایطی که باید همدیگر کمک کنیم باید همدیگر رو درک کنیم چون کلیم در یک کشوری بودیم مخصوصا می مردم هزاره در کشور بودیم که هیچ وقت مورا متعلق با او کشور ندانسته 40 سال جنگی که در افغانستان بود ما فکر کنم فقط می جنگ و خوشنود روی هزاره ها بود همیشه قتل و کشتار در سمت و مسیر می شد که در اونجا هزاره ها زندگی میکن وقتی ما نتونیم همدیگر را درک کنیم در این شرایط نتونیم که همدیگر را در استرای هزارگی تایجوری بدیم همیشه بیشینیم قضاوتی بی جای کنیم کامنت های بی جای بدیم پشت هم خالی کنیم
دقیقاً به هیچ جایی نمیرسیم. خب ما اگر در مرز باشیم، ما در امریکا باشیم، ما در افغانستان باشیم، ما فعلا می هیچ گونه اثر روی زندگی مخاطبیم داشته باشه در هر جایی که ما باشیم. خب ما فکر نمیم که گپ بد گفتن خیلی آسانه بخشی آدم که آدم بخواه یک نفر زخم زبان بگه و اگه او تاسو دارم تو زخم زبان خود چرا قم یک اثر روی حالت روحی و روانی مخاطب لینا خود اینچه اونمو تلخی کلام خوره حس نمونه. خب ما ویدیویی که در کنی داشتم هدف من فقط کمک برای تک تک عزیزایی بود که اونا پای از او ویدیو شیشت وقت خورا زاید کرد، انترنت خورا زاید کرد گفتم آقایی دیده شنه تا اون مرقم که قجاق برام مور را بازی داده که بیاین شما را در قمت خیلی بار شما را صد فصد رد منیم مبرم اونا گل قجاق برار نخواه در اون ویدیوی گفتم کسی که $4,000 را در اونجا داده دم دمورا مرافت مو یکی از او یک مبلغ پایین تر بود داده من دمورا مرافتم کسی که خیلی یک مبلغ ناچیز داده بودم دمورا مرافت. خب از اوی که او ویدیو را دیده شاید امو مستند را که ما از اونجا ساخته بودیم اگه ویدیو را کامل دیده خود اینچه درک منه که او ویدیو هدفش فقط نمی بود که ما بتونم یک مقدار کمک کنم در کسایی که اونمو ویدیو را سیل بنا. دیگه شما یه سوال کردین امو کامنتای بد را که من از در وقت دادم کلان امو زخم دلم تازه شد گفتم امیر از طریق ویدیو شما دوستا بگم که او آدمی که میاد پای انترنت و کامنت نوشته مونه حتما مگن نفس شد در جای گرم برمشنه حتما در جای راحته در جای در شرایط خوب برابره که میاد همچین کامنت نوشته مونه وگرنه کس که جای قشاقا میگره صد فزد مطمئنه ما یاد ایرو کشته میشون یا رد میشون ولی هر دو رو قبول مونه در جان خوب درست. خب طبعا که آدم میتونه از انتخاب شید درک کنه که این آدم داخل نقطه رسیده و چقدر مجبوریت داره. ما اگه در افغانستان مومن دور کشته میشده میدیم این مردم میگفتن که تو خیلی راه ها داشتی باید ما رفتی نه؟ باز که رفتم بعد قضاوت شدم. خب ما فکرنم هر کار کنیم نمیتونیم خود را در مطابق سلیقه مردم عیار کنیم. ما یکی تقریبا در فضای مجازی اگر کل بیش حساب کنیم 1,000,000 دنبال کنیم در روم نمیتونیم خود را در مطابق سلیقه 1,000,000 نفر برابر کنیم. خب در دل ما هر کار که صحیح آدم منمون به خاطر نجات زندگی خوب به خاطر از اینکه امو حداقل امکانات زندگی را داشته باشه و در کنارش یک آرامش داشته باشه باید تلاش کنه و کل زندگی خواهم نست پارا در دست مردم تا اونا قضاوت کنه اونا رای خوب بد درمون شده و اگر تو بخوای خود رو در مطابق سلیقه مردم عیار کنی نمیتونی. ما در زیارت رفتم هم کمنت های بد دریافت کدوم چکر رفتم هم کمنت های بد دریافت کدوم اگر در افغانستان بودم هم کمنت های بد دریافتم تو چرا نموری نه که رفتم هم کمنت های بد دریافت کدوم که یک دختر تنها چطور در مرز رفته اولا اینکه ما تنها نرفتدیم فامیلی رفتدیم باز خب فامیلا از ما اونا دوست نداشت بیاید روی اینترنت روی تصویر بیا ما یک اجازه داشتم تونستم فقط از خود تصویر بگیرم. خب وقتی تو در یک جایی نبودی ندیدی نباید قضاوتی به جایت خطر بکنی. تشکر خانم حسنیار عزیز از گفته های خیلی خوب و ناب شما. ما خدا رو شکر مونیم که شما به خیر و سلامت به پاکستان رسیدین و از اون رای پرخطر نجات پیدا کردین و اموتر که خودشم اشاره کردین او ویدیو فقط محض ازی بوده که شما دیگران رو نجات بدن. اموت که نظر از مو شریف با دیدن ویدیوی شما عوض شده خیلی های دیگه طبعا وقتی ویدیوی شما رو دیده دیگه از تصمیم خود منصرف شده چون ما واقعا در یک شرایط قرار گرفتادیم نه عزیزم که تصمیم گرفتادیم که خود از بلا تکلیف نجات بدیم و رای قاچاق رو در پیش بگیریم چون همه هم گفت شما دو نفر این چرا نمارین ترکیه نمفهمم الان خیلی از اون طریق میتونن خود خود را در دیگه کشورها بکشن ولی خدا رو شکر که با دیدن ویدیوی شما ما تصمیم نابجا نگرفتیم. قربان شما لطف دارین یک دانه شعر است میگه اگر چی که وطن درگیر جنگم میون پالوی تو به حد دل متنگم نمیترسم دیگه حتی که طالب بلی مکش کنم ماشه تفنگم. یعنی کسایی که درد و مشکلات و سختی و غربت رو خیلی زیاد میکشن مگه از او در غربت زیر اینمی بار گران فشارهای روانی دوری از خانواده مهاجرت هر رقم مشکلاتی که در مهاجرت ده گاهی وقتا ترجیح میده که بیاید وطن خود با هر رقم کمی و کاستش با هر رقم بدیهایش بسازه
ولی گاهی وقتا نمیشه. 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 آدم امو سختی ها و بدی های مهاجرت را ترجیح میده تا امو یک آرامش نسبی که در وطن داریم. خب ما اینمی گوهی را که مدوم عزیزایی که از وطن دوره مثل از ما آره خانش تا پوشتیه بلا تکلیف هم به سر نوشته اونا خوبتر میتنه در اینمی صحبت های از مرد دار کنه. نه و عزیزایی که نام در خارج ها قد امکانات برابر زندگی نه به سرنوشت نیه خودشی، اولادایشی، خانوادهشی در امو امکان خوبتره امکان زندگی نه اونا نمیتونه مرادر کنه شاید باز همه قضاوت های به جای یا قضاوت های ندرست این زیگه با ازمت اشتا باشه ما یک ضرب المثل داریم نگه تا کفش کسی را نپوشتی نباید در راجع به رفتن از اونا قضاوت کنیم نه؟ حالا مثلا دوستای کنجا شیشتن و آبشان سرد و نانشان گرم و بعد بریم ما که مثلا اینجا در وضعیت بلا تکلیفی اینا قرار داریم نباید دوباره از ما قضاوت کنیم باید ما رو ده کنم ما چی میکشیم نمیکشیم اینا در چه سختیایی اینا بزرگ شیم اما ببینین نوتی که شما گفتین و دقیقا من به این نتیجه رسیدم که یک آدمی که همیشه واقعیت ها رو به تصویر میکشه مثلا دیگر میکنه شما حتی در دیار مهاجرت منظر در دیاری که مثلا شما میخواستیم جای دیگه برین مثلا در قاچاق قاچاق اینو شما اونجا مستند ساختین این نشانگر از این استعداد فوق العاده شما بودن که شما مثلا این کار کردین دقیقاً بعد سوالی که ما اینجا مطرح میگه که شما مثلا با چنین وضعیتی هم بینی چطور تا نیستین با این سختی واقعا فیلم تا یک اینی بینی و واقعا نعمت تهدید و ترس اینا وجود دارن دیگه دارن ولی ما بازم افتخار مونده جرأت و جسارت شما امور خم که ما بخششون پیشتر گفتم که آدم یک خانواده دره که خانواده خونی انسان آدم دو خانه با خانواده به دنیا میاد و یک خانواده دیگه دره که ارتباطات اجتماعی آدم را تشکیل میده ما که مثلا یک راه را مرون بعد از او فکر نم که فرض کو در خانه ما هم این کار قرار بود انجام شده ما که رفتم موافق نشدم حتما باید در خانواده خوب بگم این راه درست نه این راه دیگه درست شما از این راه برید باز ما در مقابل انمی خانواده اجتماعی که بر خود تشکیل دادم همیشه احساس مسئولیت دارم ما بیشتر بخششیم در صحبت های گفتم که 95% مردم این کشور از ما حتما مهاجرت را تجربه دارد حتما خب وقتی در مرز بودم ما از هر قوم و قبیله از هر مذهب از برادرهایی که در افغانستان هستم که در هر قوم و مذهبی هستم در اونجا بود جدا از هزارها خب هر خشونتی که در قبال هر کدام از او انجام میشد من فکر میکردم که برادرم، پدرم، خواهرم، مادرم یعنی خوبترین خشونت از نا در حد شکستن دست و پا بود اما نرمترین خشونت چی؟ یعنی بچه ها را خب حالا زنا در هر جایی که باشه خیلی قد مشکلات سر نمخره مثلا زن که در یک کشور غیر قانونی باشه مثل که ما امروز در پاکستان غیر قانونی هم پلیس اگر ما را بیره ردی مرز نمونه ولی برادرم را پدرم را اگر بیره صد درصد ردی مرز نمونه چون شرایط مهاجرت بخشی زن و مرد متفاوته در مرز هم نمخواه بود وقتی پلیس میگرفت زن لد نمخورد ولی مرد در حد شکستن دست و پا در حد کشته شدن چه لد مخورد خب دونمونج ما درک کردم که ما باید از طریق نمزی دوربین خوب یک آگاهی دیگه بخش برادرهای خوب بخش هموطنهای خوب بدم تا اونا فریب و قشاقبرها را نخورم و زیر پای قشاقبر دوست له نشونه در جایی که مگه آواز خر در خدا نمیرسه یه دستلای خزاره دیگه اونجا کس کشته شونه هم هیچ کس باز خواست نمونه هر ظلم خشونتی که شونه اونجا هیچ قانون نیه هیچ قانون نیه حتی جنگل هم اگر باشه تا بین حیوانات وحشی و درنده یک قانون وجود داره ولی اونجا جایی که تو هیچ قانون اونجا جواب نمیده حتی یکی از اعضای خانواده را در از جان به قتل برسه نتون نمیتونه صدای خبال کنی چرا همچون کار را شما انجام داده ما خواستم آگاهی ریهیشونه تا اون رقم که ما فریب خوردادم دیگه عزیزای ما دیگه هم بتانم فریب و خوشاق برام نخورم نه قد جان خوب بازیک نه نه پول خورا به جای اونجا حزینه نه و نه داوته یک شرایط بد خواست و قرار بده که شبها از وحشت و سختی های ده که دو کوه ها دو مرز ها آدم میکشه آسیب های روانی که دو وجود دم تزریق میشه شبها کابوس نمیم دقیقا ما ممینج تشکری مونم دوباره از خانم حسنیار عزیز که از ما وقت دیدن که با شما عزیزا صحبت کنه
خدا شکر میکنیم که صحیح و سالم تنیستیم که در اینجا ببینیم شما و همچنین تشکری ویژه‌مونم از دوست عزیز خو همکار عزیز خو که امشب مور دعوت کرده و باعثی دیدنی خانم حسنیار شده. شما اگر کدام گفتنی دارین برای بیننده‌های از ما دوربین در اختیار شما. گفتنی از ما باشه تمام عزیزایی که این ویدیو رو سر لنگمیه که هر کسی که بخشی از اینکه رشد کنه، بخشی از اینکه موفق شونه، بخشی از اینکه دیده شونه که تلاش منه لایق حمایت ها. ولی که ضعیفترین ویدیو رو بیرون بده وقتی مورد تشویق حمایت قرار بگیره اونا در کارش روز به روز تغییرات میاد، در کارش روز به روز پیشرفت میاد، روز کارش معیاری تر و حضوری تر شده مونه. خب هر کسی که دلاش مونه لایق حمایت ها، لایق تشویق ها. که ما فکرم در بخش سوشال میدیا از دو فقط قدر شیر کدن این ویدیو ایدم قدرت کن که میتونه آدم را خوبتر حمایت کنه و صحبت از ما اینه که چینل تایر جان و شریف جانم مطمئن حمایت شنم تا اینا هم روش کنه و ایدم اون جایگاهی که میخوای برسه جان دیگه بیشترم وقت نمیگیریم شما کدام گفتنی داری نه نه خدافزی میبارم نه دیگه کدام گفتنی ندارم همه از شما عزیزارا در خدای پاک میسپارم تا ویدیو دیگه خدافز.